سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی. امروز سه شنبه 20 اپریل است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینک توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان. چین به تاجیکستان واکسینه ضد کرونا ویروس میدهد. مقامات روسیه و تاجیکستان در مذاکرات کدام مسئله ها را بررسی کردند؟ زادروز عزت همان و حیرت مقامات پس از بازداشتش. تاجیکستان از کشور چین 150 هزار وایه واکسینه چینی کروناواک دریافت میکند. بنابر اطلاعی وزارت تندرستی تاجیکستان، این واکسینه ها برای تاجیکستان رایگان بوده، علاکه برای ایرسال این مقدار واکسینه توافق بین مقامات دو کشور صورت گرفته است. این تعداد واکسین از زمان انتقال خواهد شد که جانب چین تعدادی مورد نظر را آماده میکند و هم حکومت تاجیکستان نقلیات هوایی را فراهم خواهد ساخت. چند پیش رئیس جمهور چین سی جین پین در یک صحبت تلفنی با امام علی رحمان گفته بود که با تاجیکستان واکسینه رایگان میدهد. تا کنون تاجیکستان در چارچوبه برنامه سازمان جهانی بهداشت کوواکس 192 هزار وایه از واکسینه استرازنکا را دریافت کرده است. طبق معلومات وزارت تندرستی کشور، تا کنون بیش از 35 هزار اهالی کشور از این واکسینه زده شدند. روز 19 اپریل در دوشنبه مذاکرات بین نمایندگان روسیه و تاجیکستان در مسئله هایی که حل فوری را تقاضا میکنند برگزار گشت. هیئت روسیه را معاون وزیر کارهای خارجی این کشور اندری رودنکا و جانب تاجیکستان را معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شهناز نادری رهبری نمودند. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات جانب ها علاوه بر مسئله های حل طلب این چنین دایر به لایحه های سند های همکاری که در بررسی جانب ها قرار دارند گفت و شنید صورت گرفته پروتکل به امضا رسید. در خبر وزارت گفته نمی‌شود که مسئله هایی که حل فوری را تقاضا می‌کنند کدام مسئله ها بودند، اما چند روز پیش مقامات روسیه به کشورهای اتحاد دولت های مستقل تا 15 میلیون مهلت دادند که مسئله بود و باش مهاجران غیر قانونیشان را هر چی تیزتر حل کنند. در عکس حال همه آنها از روسیه اخراج می‌شوند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در این کشور بیشتر از همه مهاجران غیرقانونی از ازبکستان، تاجیکستان، اوکراین و آذربایجان به سر میبرند. مقامات روسیه شماره مهاجران غیرقانونی تاجیک را در قلمرو این کشور حدود 247 هزار گفتند، اما مسئولان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به این آمار باور ندارند و میگویند مقامات روسیه شماره مهاجران غیرقانونی تاجیک را بر زیاد گفتند. اکرام سوبهانزاده دیرکتری اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان در یک مصاحبه با سپوتنیک تاجیکستان گرانی چیپتاها و بدون هیچ دلیل قطع شدن برخی پروازها این چنین احتمال قطع شدن پروازها با ترکیه را شرح داد. سوبهانزاده در این مصاحبه گفت که شرکت هایی که پروازشان را قطع میکنند یا به روز دیگر میگذارانند مسئولیت خودشان و تنظیم نادرستی کارشان است. با ادعای او اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان برای پروازهای چارتری به روسیه یگان مانع ایجاد نکرده بلکه به تمام آنها سری وقت اجازه پرواز میدهد. اکرام سوبهانزاده نبودن بلیط های پرواز به روسیه در اویاکاسه را به طلبات زیاد ربط داده گفت که تمام بلیط ها برای ماه های می و ایون فروخته شدند. در ادامه او قید نمود که به غیر از پروازهای منتظم همه روزه دو پرواز چارتری به سمت مسکو انجام می شود. مدیر اگنتی گفت نرخ بلیط ها که تا 15 هزار سومانی بالا رفته بود تلاش دارند با زیاد کردن پروازها نرخ آنها را تا 6-7 هزار سومانی پایان بیارند. همچنین دیرکتری اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان گفت که هنوز ماه یونی سال گذشته اگنتی آماده بود تمام پروازها را با روسیه برقرار کند، اما حرف آخر به جانب روسیه است که چنین امکان را دارد یا نه. سوبهانزاده درباره احتمال قطع پروازها بین ترکیه و تاجیکستان قید نمود که قرار قطع یا برقرار نمودن پروازها در دوره پاندمی از سوی ستاد جمهوری پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس کووید 19 قبول می شود. او میگوید عین زمان قرار قطع پروازها میان دوشنبه و استانبول صادر نشده است و پروازها طبق معمول در یک هفته 4 مرتبه دو پرواز از جانب سامانیر و دو پرواز از جانب شرکت ترکیش ایرلاینز انجام می شوند.
یادوار میشم که از 1 اپریل سال جاری پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه برقرار کرده شد. با برقرار شدن پروازهای دائمی میان پایتختهای تاجیکستان و روسیه، بلیطهای پرواز به این سمت در بین 10 روز تا تابستان همین سال فروخته شد. در 3 ماه اول سال 2021 با سرمایه اساسی در تاجیکستان از حساب همه منبع‌های مبلغ گذاری تقریبا 2.7 میلیارد سومانی 245 میلیون دلار سرمایه جلب شده است. طبق معلومات اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 7.4 درصد زیادتر است. طبق اطلاع وزارت از این مبلغ 51.8 درصد یا بیش از 1.4 میلیارد سومانی در انشاءات صنعتی و 48.2 درصد یا بیش از 1.3 میلیارد سومانی در انشاءات غیر استحصالی صرف شده است. برای بنیاد انشاءات انرژتیکی در تاجیکستان نسبت به دوره حساباتی سال 2020 18.8 درصد یا بیش از 948.8 میلیون سومانی سرمایه گذاری شده است. حکومت تاجیکستان به ساحه علاقه و نقلیات 254.1 میلیون سومانی سرمایه گذاری کردند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 1.7 مرتبه زیاد است. ایزد همان حامی مهاجران تاجیک که از ماه مرد به این سو در بازداشتگاه در دوشنبه قرار دارد، روز 20 اپریل زادروزش را پشت پنجره پسی سر کرد. بر ضد ایزد همان در دوشنبه با اتهام قلابی پرونده جنایتی کشدند، اما مقامات نمیدانند پس از آوردنش با او چی کار کنند. در این باره سامانه بامداد از قول منابعش خبر میدهد. آوردن ایزد همان یک نوع ادامه مسابقه بین گروه های رقیب در راهبری وزارت کارهای داخله بود. شاهروخ سعیدزاده یک سال پیش خوجاکمندی را از دبی آورد. حالا گروه شادی حفیظزاده ایزد امان را آورد. هدف این مسابقه ها البته یک چیز است که آیا کی بعد رمضان رحیمزاده که اینک 10 سال باز وزیر داخله است به کرسی وزیری میشند. خود شاهروخ یا یگان آدمی او و یا شادی حفیظزاده دامادی برادر وزیری کنونی به جای خسورش وزیر میشود و با همان ستاتوس کووی فعلی در این وزارت را حفظ میکند. ولی طوره به نظر میرسد آوردن ایزد آن نتایجی را که انتظار داشتند دادن نتوانست. رهبریت سیاسی جمهوری خرجی این قدر نیرو و وقت و شاید حتی پول را برای آوردن ایزد را همچون پول دادن و دردی سر کردن و یک کاری از لحاظ سیاسی نابوقت و نلازم معنی داد کرده است. در هر صورت این کار به بالا زیاد خوش نامده، اعتراض های مهاجران از این عمل به آتش ناروزگی رهبریت سیاسی تاجیکستان از این عمل خودسرانه وزارت کارهای داخله باز هم روغنی بیشتر ریخت. با گفته همصحبت بامداد، اگر اعتراض های مهاجران در مسکو ادامه میکرد، مقامات دوشنبه مجبور میشدند ایزد امان را رها کنند و حتی به مسکو پس بیستند. ایزد امان یکی از چهره های معروف تاجیک در روسیه است که از سال 2000 در مسکو کار و زندگی میکند و سالهاست از حقوق مهاجران تاجیک حمایت میکند. او را در آخر ماه مارس همین سال شهروندیش را در روسیه بیکار کردند و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در دوشنبه او را با اتهام قلابی بازداشت کردند. در مسکو او به مقصد کمک رساندن به مهاجران مرکزی را با نام مرکز تاجیکان کشد و از نام آن به مهاجران یاری میرساند. خصوصا مهاجرانی که میفوتیدند تلاش میکرد جسدهای آنها را طریق مرکزش و با کمک خیرخواهان به وطن فرستد. او پیشتر هم نوشته بود که از سبب زیاد دیدنی حالتهای مرگ و میر مهاجران خسته شده است و میخواهد مرکزش را ببندد. در تاجیکستان حالا یک معرکه با اشتراک فابریکه جواب بر علیه ایزد امان راه اندازی شده است. این گروه زیر حمایه مقامات قدرتی بر ضد ایزد امان ویدیو ثبت و نشر میکند و شبکه های اجتماعی را با جبردیده های ساخته و بافته پر کردند. در همین حال مهاجران و فعالان حکومت کشور را برای بازداشت این مدافع حقوق مهاجران سخت تنقید میکنند و در مسکو چند روز پس از بازداشت ایزد امان یک گردی همایی با اشتراک مهاجران راه اندازی شد که در آن نزدیک 1000 نفر اشتراک و طلب آزادی ایزد امان را کردند. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبر امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر رو در سامانه ما از ده نقطه تیوی و کانال تلگرامی از دو تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.